آره واقعا همه آدمای دنیا باید این کارو بکنن. به طور کلی آمار مشکلات ارتودنسی حدود 95% افراد جامعه نیاز به ارتودنسی داره. حالا نیاز و اون که واقعا خیلی ضروری باشه، حالا دو چیز مختلفه. ما از یک نامرتبی کوچیک هم میگیم که نیاز هست، تا دیگه مشکلات شدید فکی که مریض نمیتونه غذا بخوره، مشکلات درد فکی داره، درد مفصل فکی داره، مشکلات تنفسی داره، نمیتونه تنفس بکنه، همه اینا باعث میشه که ما نیاز به درمانهای ارتودنسی داشته باشیم. بیماران محترم، من دکتر ایدری هستم، ارتودنتیست. خوشحالم که امروز میتونم یک سری اطلاعات تقریبا خلاصه و مفید خدمتتون ارائه بکنم. من به عنوان یک متخصص ارتودنسی همیشه به مریضا پیشنهاد میکنیم که در سن 7 سالگی وقتی که فرزندتون شمع 7 سالگیش رو فوت کرد، برای اولین کانسالتیشن ارتودنسی تشریف بیارین و یک مشاوره ارتودنسی انجام بشه. در اون سن ما ممکنه هیچ کاری انجام ندیم و فقط یک به قول معروف مشاوره انجام بشه و حالا ممکنه که عکس رادیولوژی برای شما اوردر داده بشه و بعد از اون باید ما یک سری درمان های پیشگیری ارتودنسی پیشگیری داشته باشیم که شامل یک سری دستگاه های سادهی مثل دستگاه فضل نگهدارنده هست و یا ارتودنسی بینابینی هست که ممکن یک سری دستگاه فکی باشه که در دختر خانم ها در سن حدود 9 سالگی انجام میشه و در پسران در حدود سن 11 سالگی ما این دستگاه فکی رو قرار میدیم و یا ممکنه که ما به هیچ کدوم از این دو مرحله احتیاج نداشته باشیم و در سن 11 سالگی به بعد ما اون بریس های ثابت ارتودنسی رو قرار بدیم. یک سری اطلاعات اشتباهی بعضی وقت به بیماران داده میشه که بیماران میگن که شما وایسی تا سن 12 سالگی بعد مشاوره بشه، ولی این کاملا اشتباهه، چون بسیاری از مشکلات قبل از انواع دستگاه ارتودنسی هم به شما توضیح بدم. دستگاه ارتودنسی به طور کلی به دو قسمت به قول معروف تفکیک میشن، دستگاه ثابت ارتودنسی و دستگاه متحرک ارتودنسی. دستگاه ثابت که همونطور که عرض کردم معمولا بعد از سن 11 سالگی و 12 سالگی قرار میشه و دستگاه متحرک هم معمولاً باز هم نه همیشه در سنین قبل از 10 سالگی برای مثلا تصحیح روابط فکی و بعضی اوقات به عنوان یک فضا نگهدارنده برای فرزند شما سفارش داده میشه. به حال هر کدوم مزایا و معایبی دارن و هیچ کدوم جایگزین اونیکی هم نیست، ممکنه هر دوتا با هم همزمان استفاده بشه، بیماری باشه که هم دستگاه متحرک داشته باشه، هم دستگاه ثابت باشه، هم دستگاه متحرک و میتونه فقط ثابت داشته باشه ولی نمیتونه فقط متحرک داشته باشه، یعنی حتما در ادامه درمان متحرک ما درمان ثابت هم خواهیم داشت. دستگاه ثابت ما به دو قسمت تقسیم میشن، دو تایپ داریم، یکی تایپ استرامیکی یا شفاف که اینجا مشاهده میکنید و یکی تایپ فلزی یا متال که معمولا برای سنین پایین‌تر تینیجر ما ریکامندیشنمون برای بچه‌های کوچیک‌تر این براکت‌های متال هست و برای ادالت و بزرگسالان که دوست دارن کمتر معلوم بشه این دستگاه‌ها ما براکت‌هایی داریم، براکت شفاف و کریستال هست که با سیستم‌های مختلفی عرضه میشن و هر دوتاشون یک کارایی دارن. هیچ خدمت شما عزیزان، خدمت آقای دکتر علی حیدری متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت هستید. خیلی خیلی خوشحالم آقای دکتر، امروز قراره که ازشون سوالی بپرسم راجع به این که چند نوع ناهنجاری های فک و صورت ما داریم و خب باید برای اینکه چه کار کنیم. ناهنجاری های فکی دندانی رو به سه گروه عمده کلن تقسیم بندی بکنیم. یکی این که ما بهش میگیم ناهنجاری کلاس یک یا دسته یک، در اون دسته ما هیچ گونه ناهنجاری فکی نداریم و فقط مشکلات دندانی داریم، یعنی فک بیمار سر جای خودشه
ولی دمبل ها به صورت نامرتب قرار گرفتن، کراودینگ یا شلوغی دارن، اسپیس یا فاصله دارن. درسته. و ما فقط باید به مسائل دمبل دسته دو درسته. که در اون دسته فک بالای بیمار جلوتر از فک بالای بیشتر از حد معمول قرار گرفته و یا فک پایین عقب‌تر از حد معمول قرار گرفته. و ما بهش میگیم که دسته دوی ناهنجاری و حتما به این دسته یک دسته اسکلتال و فکی هست، یعنی استخون فک مریض دچار مشکل هست و ما باید در سنین مختزی خودش، حالا بسته به این که مریض در چه سنی باشه، راهکارهای مختلف درمانی داره که ما این فکهای مریض رو جابجا کنیم، مثلا فک پایین رو به سمت جلو هدایت کنیم، فک بالا رو به سمت عقب هدایت کنیم و غیره. آیا این سن خاصی داره؟ بله بله، ما معمولا بهترین سن برای انجام کارهای فکی، حالا شد کلاس دو و حالا کلاس سه که خدمتون عرض میکنم، در سنین رشد و دوران بلوغ جنسی پسرها و دختر هست که در دخترها 9 تا 11 سال یا در ادامه کلاس سه و یا کلاس تری ما به قول من نامگذاری میکنیم، اون کسانی هستن که فک پایینشون جلوتر از فک بالاشون قرار گرفته و چونه تیز و برآمده دارن، یا برعکس، یا ترکیبی از این که فک بالا عقب قرار گرفته و فک پایین جلوتر، یا هر دو مشکل رو دارن یا فقط یک مشکل به تنهایی، یعنی یا فک پایین به تنهایی جلو قرار گرفته یا هم فک بالا عقب قرار گرفته و هم فک پایین جلو قرار گرفته. و اینا ناهنجاری های شدید هستن که معمولا ناهنجاری های ارثی هستن و در خانواده معمولا ما کسی رو میبینیم که همچین مشکلی داره، پدر، مادر، خاله، دایی، و اینا به صورت بقول معروف چون به صورت چیزای اسکلتال، مشکلات اسکلتال ما اینا رو بقول معروف طبقه بندی میکنیم و هر کدوم هم همونطور که عرض کردم راهکارهای درمانی پاسپورت بهترین سری که ما میتونیم این کارهای اسکلتالی و فکی رو درمان بکنیم در سن بلوغ رشدی جنسی دخترها و پسران هست که در دخترها یکی دو سال زودتر صورت میگیره و ما همیشه توصیه میکنیم که بچه را شو بعضی از مریضا اشتباه میکنن، مثلا میگن که به ما دندان پزشکمون گفته یا دکترمون گفته یا فامیلمون گفته که مثلا ما بعد از 12 سالگی باید بیایم برای ارتودنسی. نه، ارتودنسی دندون ها بله، ولی ارتودنسی فک در سن 9 سال 8 سال، همونطور که در جلسه قبل گفتم، ما باید اولین کانسالتیشن و اون ویزیت ارتودنسی اون 7 سالگی شروع بشه و بعد از اون حالا اگر بیمار مشکلی نداشته باشه تحت کنترل قرار میگیره و از 9 سال به بعد ما میریم برای اگر مشکل فکی داشته باشه به کارهای فکی اجازه. چون اگر این سنیز ما باید تا 18 سالگی صبر بکنه با درمان ارتودنسی و جراحی فک در اتاق عمل، ما فکاشون رو سر جای خودشون ببریم. خب آقای دکتر، شما گفتین یه کاری که انجام میدین روی فک هستش، یه کاری انجام میدین روی دندان، درسته؟ حتی اگر اونها بخوان تو سن پایین هم مراجعه بکنین، باید جراحی صورت بگیره یا با ارتودنسی میشه؟ همون جلو بودن ها اگه در سن مناسب خودشون تشریف بیارن، همون 9 سال 10 سال که برای گفتم برای خانم و دختر خانم و برای پسر 11 تا 12، بدون جراحی ما این فک ها رو درست بکنیم. البته موارد نادر و محدودی هست که حالا به خاطر ارث و ژنتیک ما ممکنه که نیاز به جراحی داشته باشیم، ولی اکثرا 99% مریض ها به صورت با همین دستگاه ساده ارتودنسی میتونن که درمان بشن. و البته سوال دیگه ای که دارم اینه که خب اگر کسی ناهنجاری های فک نداشته باشه، اوکی، یعنی استخوان مشکل نداشته باشه و دندان ها فرمش مشکل داشته باشه، آیا تو سنین ما هم میشه بیان خانم ها آقایون سن بالاتر بیان و این ارتودنسی کار میکنه باعث میشه؟ سوال خیلی خوبی کردیم. باز هم یک سری اطلاعات غلطی بعضی وقتا از دندان پزشک و همکاران عمومی ما داده میشه به مریضا که شما سنتون دیر شده، دیگه ازتون گذشته. متاسفانه این اطلاعات غلطه. ما الان با تکنیک های جدید و نوینی که داریم، البته قبلا هم بوده ولی الان که دیگه خیلی بهتر، ما میگیم ارتودنسی برای همه سنین، for all ages، ما میتونیم که تمام درمان ارتودنسی انجام بدیم. و اصلا ارتودنسی بزرگسالان، یعنی ادات ارتودنتیست، یکی از شاخه‌های مهم ارتودنتی در پیدا کردن و لثه هاشون بالا پایین رفته و دندون ها هم حرکت کردن، ما اونا رو با ارتودنتی درست میکنیم. کارهای زیادی مثلا دندون کشیدن از قبل و دندون هاشون جا به جا شده، میخوان ایمپلنت بسرن، ما فضای ایمپلنت با ارتودنتی باز میکنیم. خیلی کارهای ادات، کارهای خیلی خیلی گسترده ایه و هیچ محدوده سنی نداره. فقط باید نیروها در بیمار بزرگسال یک مقدار
آرومتر و ملایمتر از یک بچه انجام میشه. آره، چون استخونشون محکمتره، استخونشون تراکم بیشتری داره، حرکت دندون کنتر صورت میگیره و نباید فشار بیش از حد وارد بشه چون ممکنه یه سری خطراتی داشته باشه. مثلا تقریبا فکر میکنید اگر مثلا برای مثلا بچه 11-12 ساله چقدر طول میکشه برای مثلا بیماری که حالا سنش بالاتر باشه؟ فکر میکنید چقدر؟ بستگی به ما معمولا برای یک بچه در سیستم های جدید تا یک سال، یک سال و نیم و برای بزرگسال 6 ماه بیشتر، این 2 سال ما پیش بینی میکنیم. بستگی به ناهنجاری داره، حالا بستگی به کشیدن دندون یا نکشیدن دندون داره، چون ما بعضی مریضا رو باید مجبور دندون بکشیم به خاطر فضای جفتون، حالا اونا رو در بحثای بعدی میگیم خدمتتون. ولی به معمولا 6 ماه ما باید یه مقدار زمانو کم چه بیشتر بگیریم برای یعنی بزرگسالا زمان طولانی داره، یک مقدار طولانی تر است. فکر کنم میارزه دکتر که 2 سال آدم صبر کنه و یه لبخند زیباتر بشه. بسیار 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 میارزه. به هر حال شما میدونید خنده یکی از مهمترین جنبه های زیبایی یک صورت میشه و سلف استیم و اون اعتماد به نفس بیمار با ارتودنسی و اون دندون های زیبا به قول من رو به دست میاد. خوبی؟ اومدی پیش دکتر علی؟ بله. خب آقای دکتر، اومدن برای سیم هاشون درسته؟ برای اجاسمنت ماهیانه، چون ما معمولا مریضا رو هر مانتلی یک بار باید ویزیت کنیم، معمولا مانتلی یا هر یک ماهیم 6 ویکس باید اجاست کنیم، وایراشون رو تنظیم کنیم، وایراشون تعویض میشه گاهن، سفتر میشه یه مقدار، فشار بیشتری باید داشت تا دندون کم کم به سر جای خودشون بیاد. این دیگه برنامه هر ماه مریض ها هستش و الان همین حسین جان اومده که مانتلی ویزیتش انجام میشه. همونطور هم که گفتین توی سن خوبی آوردن، درسته؟ چون توی ویدیوهای قبلی گفته بودین که 11 سال برای پسر. واقعا خیلی ما ممنون هستیم از خانواده ایشون که به دقت بیمار آوردن اینجا، به زمان خودش آوردن مناسب آن تایم و ما با نتایج بسیار پایدار. و این حسن این کار هستش که ما در این سن در این بیمار رو به قول معروف ویزیت میکنیم. چقدر عالی. و پیشرفت خیلی زیادی حتی در همین یک ماه اخیر ما داشتیم، خودشون هم شاهد هستن و ما زمان درمانمون طبق پیشبینی داره پیش میره و بسیار عالی، ما کار رو به اتمام خواهیم رسوند. چقدر عالی. امین حسین خوب خوشحالی؟ خیلی. درد نداره ارتودنسی؟ نه. دوست داری به بقیه هم توصیه بکنی به همسن و سال خودت که بیان؟ آره. بله، تازه هم اتفاقا بعضی دوستام که خواستن بکنن و احتیاج دارن، تازه هم به اونا هم گفتن اینجا میتونن بیان. عزیزم خب خوبه دیگه، خود تبلیغ هم میکنی. عالی. خب پس من این موضوع میتونه وایر داخل این چیزا قرار میگیره، براکت ها. خب و بعد این براکت ها کشوش که باز شده بوده خب و الان ما این کشو رو به صورت بسته اینو میبندیم. نگاه کنید اینجوری اینجوری بسته میشه. خب اینجا قرار میگیره و کشو بسته میشه. چقدر جالب. کشو بسته میشه. خب این همینطوری تا آخر این کار ادامه داره و ما باید این سیما رو به قول معروف سر جای خودش قرار بدیم. مرسی آقای دکتر. خواهش میکنم.